نمیدونم، من نمیدونم، من فقط از اخبار و از اینترنت و اینجور چیزا. ولی این موقعیت، این جریانایی که شده، این به عشقی که من برای وطنم دارم چه این به ربطی به اون داره؟ من این خانم قاطی میکنم، همه این کارو میکنن که همین کارو میکنن که شما حق نداشته باشین از دولت انتقاد کنید. میگن دولت یه تو به ایران داری انتقاد. من جونم برای ایران میدم، زندگی من برای اگه آخون دارم دفاع میکنم، انتقاد میکنم. من از آدمکشی یک سری آدمکش دارم انتقاد میکنم. من ایران دخالت من میخوام 18 نفر آدم زنده بودن، اون 18 تا که کشته شدن من دارم انتقاد، آرزو میکنم که زنده بودن. از دونه دونه ایرانی من دارم دفاع میکنم، از قاتلاشون انتقاد میکنم. تو مینت دیگه از روید خط نگیره، همه خطا پرن. راست گفتی یا اشتاد دیگه خطا پرن. من خب دانشی من ندارم اونجور که خانم گفت، ولی من میدونم که چی جنجالی میشه، ریتینگ ها میره بالا. اینو اقلا میدونم در این 5 سالی که کانال ام بی سی بودم. به هر حال از شما ممنون. خواهش شازی. همه اون برای وطنمون کار میکنیم، زحمت میکشیم. بعضیا مزدورن، فقط برای دولت کار میکنن و از دولت یه چیز. خانم خدمت عرض کنم، من دموکراتترین آزادترین دولت تو ایران بیاد، باز همین کاری که امروز هست میکنم. یعنی از همون آزادترین دولت من انتقاد میکنم، بلکه دلیلیست که من از ایران انتقاد میکنم. از ایران بعد دولت فرق میکنه با مملکت و مردم. ما وجود داریم، یه وقتی دیگه هم گفتم، ما حضور داریم برای نگهبانی از آزادی در مملکت. ما میخوایم مملکتمون بهشت باشه. چه ربطی داره که من مخالفتم با آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای، چه ربطی به مخالفت بس ربطی داره که من تمام وجودم ایرانه. ایشون همینطور. خیلی خب بگذاریم. فقط تفاوت ما با شما اینه که ما علاقه به دولت داریم، بعد دولت منافعی نداری. تازه دولت هم خواسته به ما منافع بده، ما نخواستیم بگیم، چون عادلانه نبوده. اون منافعی که میخواد بده عادلانه نبوده. عادلانه اینه که همه ملت رو با یک چشم نگاه کنم. برحال خیلی ممنون بچه ها، خانم ها خیلی ممنون. من دارم میخواد شما بیاد برنامه، به شما برنامه جنجالی میتونید درست کنید. استودیوشون رو بزنیم به هم، به هم رو برید. میگه که شادسی اومده اینجا، میگه که بابا تو ام بی سی یکی چای میاره، یکی آب میاره، یکی مو درست میکنه، کفش آدم واکس میزنه، یکی باد میزنه، یکی شما یه در ارکاندیشن داری، در کولر داری، بعد میگه آدم نداره. میگه تازه امشب آدمایی که داریم بیشترین تعداد آدمیه که ما تو تلویزیون آدم داشتیم، کمک داشتیم. دو نفر از دوستانمون اومدن کمک. آقای دلدار شما اینو بدون، همیشه ما دوست شما هستیم. همیشه براد ویلیامز دوست شما خواهد. بدون اینکه کسی رو دارین پشتتون، 6 تا امی اوارد پشتتونه. مرسی عزیزم. این آدما به شما کمک میکنن. مرسی عزیزم. مرسی. وقتشون رو برای شما میذارن. اگه در حق آزادی باشه، اگه در حق دموکراسی باشه، هر انسانی باید کارش رو تو این دنیا بکنه و یک چیزی از خودش باقی بذاره. آفر. و برای بچه هاش و برای جنریشن ما، نه مثل این خانم که بیاد آدمای جوون رو با تهدید کنه. اینو تهدید بود، یه جور سرکوبیه دیگه. جوون کاملا حرف میزنه. از اول شما سرکوب کردن، یعنی گفتن شما قتل میکنید، قتل نکن، از حرفت بزنید، لازم هست قتلت کنیم یا نه. اول پیش داوری کرد که شما همه تلویزیون های ایرانی قطع میکنن، تلویزیون های خارج از کشور. آقا کدوم تلویزیون تو از رژیمی داری صحبت کنی که یک ثانیه به ما ستا وقت نمیده ما صحبت بکنی؟ یک صدم ثانیه نه به ما، به 70 میلیون جمعیت اجازه نمیده یک ثانیه حرف. چرا این تلویزیون جمهوری اسلامی که شما طرفداریش میکنید، چرا اجازه نمیده مردم در مورد رویدادها صحبت کنن؟ تونه این تلویزیون اجازه داد مخالفین یک ثانیه بیان در مورد کشته شده ها، آدم ها تو تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت کنن؟ نه. فرسو مرسی، خیلی خوشحالم. شازی جان پیروز باشید. قربان شما. مرسی. شما همچنین سلام به آقای ویلیام برد ویلیامز برسونید و همه خانواده. مرسی. تا دیداری دیگر. جایی نرید، برنامه فوق العاده ای سر که نمیتونم اعلام بکنم چون تو تکرارش ممکنه پشت سر همین برنامه نباشه، ولی جایی نرید، برنامه فوق العاده آگاهی دهنده و پر از اطلاعات جالب رو خواهید